امیر از تهران با ماست. میخواستم امیر از شما اگر صدای من رو میشنوی به ما بگی که سطح دسترسی شما به اینترنت چگونه است؟ آیا سرعتی که قبل تر داشتی الان میتونی در اختیار داشته باشی؟ از کنم که نه، من هنوز من در غرب تهران هستم و هنوز به اینترنت دست نشدم. شنیدم که یکم وضعیت بهتر شده، اما خود من هنوز به اینترنت، نه موبایل و نه اینترنت خونگی، دست نیستم. میبینم که شما میدونم فعال بورس هم هستید و بورس به شدت وابسته است به اینترنت. چقدر این مسئله روی فعالیت شما تاثیر گذاشته؟ فقط اتصال به کارگزاری ها رو داریم و نه هیچ سایت دیگه ای رو. خود سایت TSE، سایت شاخص، سایت نماگر بورس ایران هنوز باز نمیشه. تمام پورتال ها و تمام سایت هایی که کاربران و فعالین بورسی میتونستن با هم تبادل اطلاعات بکنن قطع. خود من وبلاگ و کانال داشتم، هیچ کدومش کار نمیکنه، کلا قطع تا این لحظه که با شما صحبت میکنم. و با خیلی از همکاران خودم هم که صحبت میکردم، کسی جرأت فعالیت نداره، علارغم این که میشود وارد بازار شد، معامله کرد، اما چون فضا بسیار مبهمه، دسترسی به اطلاعات نیستش، سایت ها بسته هستش، بنابراین کسی جرأت سرمایه گذاری نداره. و من با کسانی که در ارتباط هستم و خود من از جمله خود من بیشتر تمایل به خروج از بازار داریم به خاطر فضای مبهمی که فعلا وجود داره. چقدر فکر میکنید پیشبینیتون چقدر هست که از افت بازار بورس؟ سرمایه مثل آهو میمونه، جمله خیلی معروف. تا زمانی که امنیت برقرار نباشه نمیشه انتظار داشت که بورس پا بگیره و رونق پیدا بکنه. هرچند در ایران الزاماً پولهای بزرگ و سرمایه‌های بزرگ دست مردم نیست و نهادهای حکومتی هستند که شاخص سازی میکنن. ممکنه ما شاهد باشیم، ممکنه که طی چند روز آینده شاخص درجا بزنه یا حتی مثبت باشه، اما فعالین بازار فعلا جرأت نمی کنند، خود من و کسانی که من باهاشون در ارتباط هستم، که وارد بازار بشن و سرمایه گذاری بکنن. بیشتر تمایل به خروج، فروش دارن، فروش سهام خودشون دارن، خروج از بازار دارن تا زمانی که ثبات نسبی انجام بشه. ثبات نسبی هم فعلا دورنمایی ازش نمی بینیم، به خاطر اینکه علارغم اینکه این اعتراض ها ممکنه که از کف خیابون جمع شده باشه، اما همچنان در بین مردم، در گوشی تلفنی صحبت، در اجتماعات، مهمان ها، هر کسی با هر کس صحبت میکنه، همچنان فضا ملتهب هستش. من همین امروز میدان صادقیه بودم، همچنان ماشین های زرهی و نیروهای امنیتی که مثل زامبی میمونن، خیلی ترسناک هم هستن، دو تا دور میدون صادقیه بودن و هیچ جنبنده ای جرأت این که حتی صدای بلند بکنه نداره. در این فضا نمیشه انتظار داشت که سرمایه گذاران سرمایه خودشون رو وارد بورس یا بکنن یا حتی سایر بازارها. معمولا اینطور مواقع در تمام دنیا همینطوره، وقتی که التهابات سیاسی داریم، ارزهای خارجی و طلا هستش که میتونه مفرزی برای حفظ سرمایه ها بشه. امیر، همزمان با صحبت شما ما تصاویری رو داریم میبینیم که مربوط هست به اعتراضات در روزهای گذشته، اما ویدئوهایی هم در چند روز گذشته در مورد اون فضای امنیتی که در میدان صادقیه تو گفتی ما هم دریافت کردیم. آیا اطلاعی از بخش‌های دیگه تهران هم داریم؟ مثلا شرق تهران که گفته میشد اونجا هم فضای امنیتی حاکمه. من اطلاعی ندارم، ولی میدان المپیک رو هم میدونم که چون خودم دیدم، مشابه صادقیه فضا ملتهب هستش، یعنی نیروهای امنیتی حضورشون خیلی پررنگ هستش، ماشینای زرهی، ماشینای سیاه، نفربرها و نیروهای امنیتی. شنیده های من اینه که در تمام تهران چهارراه‌ها و نقاط اصلی همینطور هستش. ممنونم از شما امیر. امیر از تهران، فعال بورس با ما بود.